سلام، قبلا هم گفته بودم فیلمی که توش گلشیفته فراهانی نقش بازی کرده باشه جذابیت اونو دوچندان میکنه. امروز توی این فیلم اون یعنی گلشیفته یه وکیل تحصیل کرده یه ایزدیه که توی حمله داعش به شمال عراق اسیر و شکنجه و بارها به عنوان برده جنسی فروخته میشه، اما اون تمام اتفاقات رو تحمل میکنه، تفنگ به دست میگیره و فرمانده یه گروه زنان مبارز کرد میشه. برای دیدن هنرنمایی گلشیفته عزیز توی این فیلم مهیج که بر اساس داستان واقعی ساخته شده در ادامه با من باشید. بهار یه زن جوون و جسور کرد که سردسته یه گروه مبارز علیه داعشه. اون در گذشته یه وکیل بوده که همراه پسر و شوهرش زندگی شاد و عاشقانه ای داشته. گروه بهار از زنانی شکل گرفته که همشون زمانی اسیر داعش بودن و موفق شدن به طریقی از دستشون فرار کنن. وقتی نیروهای داعش به هدف نسل‌کشی ایزدی‌ها به کردستان عراق حمله کردن، افراد زیادی رو کشتن و زنان زیادی رو به بردگی گرفتن. تنها نیروهای محافظ اونها فقط ارتش سوریه و نیروهای چریکی کرد بودن که بهار هم سردسته یکی از اون گروه چریک به اسم دختران آفتابه. اینم ماتیلدا، خبرنگار فرانسویه که چون به گروه قبلی خبرنگارا که خارج شدن نرسیده، مدتی توی مرز ترکیه گیر افتاده و منتظر فرصت مناسب برای خروج به کمک نیروهای کرده. اون همسرش و یکی از چشم‌هاشو توی جنگ از دست داده و الان فقط یه دختر کوچولو داره. اونو به شمال کردستان منتقل می‌کنن. یکی از دوستای قدیمیش رو می‌بینه که حالا جزوی از ارتش شده. دوستش بهار رو بهش نشون میده که قرار ماتیلدا برای عکاسی همراه اون و گروهش باشه، اما بهار چندان راضی به نظر نمی‌رسه. اون سر مسائل جنگی در حال بحث با ژنرال ارتشه و نظرات خودشو داره. با اینکه ماتیلدا کردی بلده، اما بهار باهاش فرانسوی صحبت میکنه و وقتی تعجب ماتیلدا رو میبینه بهش میگه که توی فرانسه درس خونده. ماتیلدا ازش در مورد خالکوبیش میپرسه و جواب میده که اسم شوهر و پسرشه. تا وقتی توی اسارت مرد همه بشناسن کیه. بعد هم اشاره میکنه که دخترای گروهش همگی اسرای سابق بودن. ماتیلدا شب رو کنار گروهشون میمونه. بهار که مثل اون بیخوابه ازش میخواد هر لحظه آماده حمله باشه و مسلح بمونه. اما با خنده بهار متوجه میشه که اون شوخی بوده. اون شب ماتیلدا به عکس شوهر و دخترش نگاه میکنه. بهار هم مثل همیشه خاطرات گذشته رو یادش میاد. پشت میز کارش نشسته و شوهر و بچه‌ش هم کنارشن. به خونه پدریشون میره و کنار فامیل بزرگشون لحظات شادی رو دارن. نیمه شب بهشون خبر میدن که باید فرار کنن. لحظه‌ای که دارن سوار ماشین میشن، نیروهای وحشی سر میرسن. مردا رو جلوی چشم خانواده‌شون تیربارون میکنن و زن و بچه‌ها از وحشت جیغ میزنن. توی قرارگاه مرتب در حال آماده باش هستن و نگهبانی میدن. بینشون نوزاد و بچه کوچیک هم هست. اونا برای حفظ روحیه با هم میرقصن، میگن و میخندن جوری که انگار شادترین آدمای دنیا. وقتی بقیه خوابن، ماتیلدا صدایی میشنوه. میاد توی محوطه. بهار هم بیداره و در حال گشت زنی. ماتیلدا ازش میخواد بخوابه، اما بهار میگه مدت هاست که نمیخوابه و فقط چرت میزنه. ماتیلدا جریان جنگ قبلی که چشمشو از دست داده تعریف میکنه و دختر کوچولوش که هنوز به خاطر اون روزا دچار حمله عصبی میشه. اون به کمک یه عده شورشی موفق شده از اون وضعیت وحشتناک نجات پیدا کنه. بهار یاد اتفاقاتی که برای خودش افتاد میفته. اون و زن و بچه‌های دیگه سواره اتوبوسن و سربازای سیاه‌پوش جلوتر در حال حرکتن. یه گروه از زنان کرد به ماشین اونا و سربازا شلیک میکنن. یکی از سربازا رو میکشن، اما مجبور میشن فرار کنن. توی لحظه آخر بهار با زنی که پشت ماشین چش تو چش میشه و با حسرت آزادی اونو نگاه میکنه. زنا و بچه‌ها توی اتاقی که زندانی شدن در حال گریه از شدت ترس و گرسنگی هستن. سربازا به اعتراضشون توجهی نمیکنن و با تمسخر ازشون میخوان اگر گرسنه هستن همدیگه رو بخورن. بهار که موفق شده گوشیشو با خودش بیاره، سعی میکنه با جای تماس بگیره، اما آنتن وجود نداره. سربازا میان و بی‌رحمانه پسر بچه‌ها که یکیشون هم پسر بهاره از مادرشون جدا میکنن، با خودشون میبرن و مادرها رو با جیغ و گریه تنها میذارن. ماتیلدا که داستان بهارو شنیده بیشتر دلتنگ دخترش میشه. باهاش تماس میگیره. دختر کوچولوش میگه که دلش تنگ شده و ازش میخواد زودتر برگرده. بهار دوباره یادش میاد اون و خواهرش رو به یکی از سربازای خارجی داعش میدن. با آب سر شکنجهشون میده و بعد هم مجبورن شب کنارش بخوابن. نصفهای شب یهو صدای خواهرشو میشنوه که مرتب صداش میزنه. سرباز به طور فحشیانه خواهرشو کشون به اتاق کناری میبره. بهار جیغ میزنه و التماس میکنه که اونو به جای خواهرش ببره. صدای فریادهای دلخراش خواهرشو از پشت در میشنوه، ولی هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بعد از مدتی خواهرشو با حال خرابی از اتاق میندازه بیرون و حالا نوبت بهاره تا خودشو در اختیار متجاوز بذاره. بهار لنگان لنگان و با حال بدی از اتاق بیرون میاد. خواهرش نیست. با نگرانی دنبالش میگرده. اونو توی حمام پیدا میکنه. خواهر کوچولو که تحمل این توحش رو نداشته، با زدن رگ دستش خودشو خلاص کرده و بهار تنهای تنها م
مونده. اما بهار محکم و استوار ایستاده. اون و افرادش که همگی سرنوشت مشابهی داشتن تفنگ دست گرفتن تا علیه اون وحشی‌ها بجنگن. اونا مرتب آواز مخصوص حماسی خودشونو میخونن که شعار اصلیش زنان زندگی و آزادیه. مدتی صدای تیراندازی قطع شده و این خبر خوبی نیست. همگی گوش بزنگن و مراقب. دو نفر رو میبینن که از مسیر تونل‌ها اومدن و دارن بهشون نزدیک میشن. کمین میکنن اما خبری از اون دو تا نیست. یکی از دخترها با سر و صدا بلند میشه، بی توجه به بهار که مخالف خودش رو تومه میکنه تا اونا خودشونو نشون بدن. بالاخره موفق میشن یکی از اونا رو زنده دستگیر کنن و اون یکی رو بکشن. جسد دختر فداکار رو میبرن. تلفن جنگجویی که گوشی شده زنگ میخوره و بهار بهش میگه که طرف کشته شده توسط یه زن. بعد رو به ماتیلدا میگه که جنگجوهای دشمن معتقدن که اگه به دست یه زن کشته بشن دیگه نمیرن بهشت، فقط در صورتی بهشتی هستن که به دست یه مرد کشته بشن. اسیر رو پیش رئیسشون میبرن. بهار باهاش دعوا میکنه که چرا نیروی پشتیبانی نفرستاده و باعث شده یکی از دختراش کشته بشن. اسیر بهشون اطلاعاتی از نقشه ها و موقعیت دشمن میده. بهار اصرار داره زودتر حمله کنن و جاده مواصلاتی دشمن رو ببندن، اما رئیس معتقده باید منتظر پشتیبانی هوایی که فردا میرسه باشن. بهار پیشنهاد میده از راه تونل هایی که مستقیم به ستاد دشمن وارد میشه برن. اسیر رو هم میبرن تا جای مین هایی که توی تونل گذاشته شده رو بگه. رئیس اجازه میده بهار با گروهش زودتر بره. ستاد رو که گرفت بعد نیروهای بعدی برن دنبالش. بهار از اسیر شنیده که اون ستاد فاصله زیادی با مدرسه نداره. توی مدرسه پسر بچه های زیادی رو برای کشتن دارن آموزش میدن، به این امیده که شاید پسر خودش هم بین اونها باشه. قبل حرکت بهار برای افرادش صحبت میکنه، یا میجنگیم و یا میمیریم. زیر بار زور نرفتن یه پیروزیه. ما از هیچ چیزی نمیترسیم. ما توی موقعیت بدتر هم بودیم، بدتر از این هم مگه میتونه باشه؟ با هر خواهری که اسیر شد یه جنگاور متولد شد و اونها نمیدونن. زنان، زندگی و آزادی. میرن داخل تونل تاریک و پرپیچ و خم، با فاصله حرکت میکنن، با اینکه ترسیدن اما ادامه میدن. ناگهان اسیر نفر اول رو روی مین میبره و خودش فرار میکنه. بهار سعی میکنه باهاش حرف بزنه و آرومش کنه، اون میمیره. اسیر رو دوباره گیر میندازن و بهار با یه تیر خلاصش میکنه. دیگه به آخر تونل رسیدن. بیرون تونل درگیر میشن. ماتیلدا توی تونل میمونه تا وقتی خبر میدن بیرون امنه. توی ستاد جسد یه بچه افتاده. بهار صدایی میشنوه و آروم جلو میره. یه مرد توی آشپزخونه است. توی لحظه‌ای که میخواد خودش رو منفجر کنه بهار میکشتش. اونجا مستقر میشن. بهار برای ماتیلدا تعریف میکنه که تو مدت اسارتش 4 بار فروخته شده. اون جنگجوها بعد از 2-3 هفته علاقه‌شون رو از دست میدادن و اسیراشون رو عوض میکردن. بیشترشون هم خارجی بودن و این یه تجارت جهانی بوده. برای دخترای 9 تا 10 سال پول بیشتری میدادن. بهار سعی کرده فرار کنه اما گرفتن و بعد از اینکه حسابی شلاقش زدن توی بازار برده فروشا فروختنش. تو خونه سردسته نیروها به آخر رسیده بوده تا اینکه یه روز دالیا سعید، فعال اجتماعی که زمان استاد دانشگاهش بوده، رو توی تلویزیون میبینه که در مورد زنان اسیر ایزدی صحبت میکنه. اون تا جایی که بتونه زنان اسیر رو با پول میخره، با اینکه بارها تهدید به مرگ شده و میدونه که این کار اشتباهیه و کمک به مهاجمین میشه، اما لااقل جلوی تجاوز شبانه روزی به دختر بچه‌ها و زنان اسیر رو میگیره. اون شماره تماسش رو اعلام میکنه و از زنان اسیر که احیانا دارن میبیننش میخواد باهاش تماس بگیرن تا به کمکشون بیاد. بهار شماره‌اش رو حفظ میکنه. با ترس زیاد یواشکی یه شارژر از روی میز برمی‌داره، تلفنش رو روشن میکنه و بالاخره موفق میشه یه پیام به اون شماره بده و درخواست کمک کنه. جوابش رو میدن و ازش میخوان در مورد تعداد و شرایطشون و موقعیت مکانی بگه تا به زودی کمک برسه. اون شب در حالی که کنار یه جنگجو خوابیده به فکر فراره. بهش خبر میدن همون روز موقع نماز ظهر 10 دقیقه فرصت دارن تا بیرون بیان و سوار ماشین بشن. دوستش که بارداره میترسه که بکشنشون، اما بهار معتقد اگه بمونن هم در هر صورت کشته میشن. اگر فرار کنن و گیر بیفتن هم کشته میشن. پس چه بهتر که موقع فرار ببینن. موقع نماز که جنگجوها سر پستشون نیستن، یواشکی با بقیه زن و بچه‌ها میرن و سوار ماشین دم به در میشن. میرن به یه خونه دیگه توی همون حوالی. صاحب خونه میخواد اونجا بمونن تا کمی اوضاع آروم بشه و بعد برن به یه جای امن‌تر. صدای در خونه میاد. همگی حسابی ترسیدن. مرد ازشون میخواد ساکت باشن و بیرون میره. بعد از چند دقیقه برمیگرده و ظاهرا همه چی به خیر میگذره. شب کیسه آب دوست باردارش پاره میشه. مرد از بهار میخواد که بهش بگه تا فردا صبر کنه. اگه بچه به دنیا بیاد دیگه نمیتونن از اونجا فرار کنن. بهار با عصبانیت فریاد میزنه اگه میتونه خودش به بچه توضیح بده که باید برای به دنیا اومدن صبر کنه. مرد با دالیا تماس میگیره و پول بیشتر میخواد، وگرنه اونا رو همونجا نگه میداره. فرداش در حالی که دوستش همچنان درد داره باید حرکت کنن. چادر، روبن و دستکش میپوشن و راه میافتن. مرد ازشون میخواد که بعد از ایست و بازرسی تا رسیدن به مرز نیروهای خودی پیاده برن و اسم رمز ابو حسن سلام رسون رو بگن تا اجازه رد شدن بگیرن. از ایست و بازرسی با ترس زیادی رد میشن. در حالی که دوستش جلوی خودشو گرفته تا جیغ نزنه پیاده میشن و تا مرز باید پیاده برن. زن درد شدیدی داره و گریه میکنه. بهار کمکش میکنه و ازش خواهش میکنه تحمل کنه، وگرنه همشون کشته میشن. بعد شروع به شمردن میکنه تا 20 قدم فاصله رو زودتر طی کنن. بالاخره با تقلای زیادی میرسن و با گفتن اسم رمز اجازه رد شدن پیدا میکنن. دالیا منتظرشونه همونجا لب
مرز و روی خاک ها. تحمل زن تموم میشه و بالاخره بچهش به دنیا میاد. یه دختر که اسمشو بهار میذاره. حالا مادر بهار یه جنگجو توی دسته دختران آفتابه. بهار از ماتیلدا میپرسه چرا اینجاست؟ الان اونم یه سرباز شده چون مرتب توی موقعیت خطره. ماتیلدا جواب میده هیچ وقت علاقه به اسلحه نداشته و این قصه اون نیست. اما مردم کمتر به حقیقت اهمیت میدن و ستمگران هر روز قدرتمندتر میشن. مردم وعده و رویاها رو میخرن، اما اون برای دل خودش این کارو انجام میده چون حس خوبی بهش میده، الهام بخشه و باعث حرکتش میشه. اون شب بهار خواب میبینه پسرش کنارش دراز کشیده. فرداش برای گرفتن مدرسه که بچه‌ها توش اسیرن درگیر میشن، یه پسر نوجوان تفنگ به دست میاد. بهار اسلحه‌شو پایین میاره. پسر وقتی متوجه میشه اونا خودی هستن به سمتشون میاد. بقیه پسر بچه‌ها هم از ساختمون بیرون میدوئن. بهار نگاهشون میکنه اما پسرشو بینشون نمیبینه. میرن داخل مدرسه و اتاق به اتاق رو میگردن. ماتیلدا هم با ترس زیاد دنبالشونه و عکاسی میکنه. یکی دیگه از دخترها توی مدرسه کشته میشه. در همون لحظه یه راکت به مدرسه برخورد میکنه و همه جا غرق گرد و غبار و دود میشه. بهار غرق در خاک به هوش میاد. یهو صدای پسرشو میشنوه که صداش میزنه. صدا نزدیکتر میشه. اون میگه مامان. جلو میاد و اشکهای بهار رو پاک میکنه. اما انگار بهار هنوز هم باورش نشده. صورت پسرشو با دستاش لمس میکنه و پشت سر هم میبوستش. ماتیلدا رو که زخمی شده سوار ماشین میکنن تا ببرن. بهار در حالی که پسرشو بغل کرده میاد. اون با غرور تفنگشو بالا میبره و به ماتیلدا لبخند میزنه. ماتیلدا هم دستشو بالا میبره و خدافظی میکنن. فیلم Girls of the Sun در سال 2018 به کارگردانی ایوا هوسون در ژانر درام و جنگی ساخته شد. شجاعت و جسارت زنان کرد توی مبارزه مسلحانه با داعش اونو تحت تاثیر قرار داده و تصمیم گرفته گوشه هایی از این مبارزات قهرمانه رو به تصویر بکشه. ایوا هوسون معتقد فیلم دختران آفتاب از معدود فیلم های جنگی زن محوریه که تصویر واقعی از اتفاقات این فجایع انسانی نشون میده. در عین حال پیام مثبتی داره و شایستگی ها و توانایی های زنان رو به تصویر میکشه. نظر شما انگیزه بهار برای جنگیدن به جز پسرش چه چیزای دیگه ای بود؟ چه چیزی باعث شد این زنان جسور در مقابل وحشی ترین نیروهای جنگی قد علم کنند؟ برامون کامنت بذارید. ممنون که تا اینجا همراهمون بودین. وقتتون بخیر.